مخالفت رهبر حزب کارگر با تحریم خرماهای اسرائیلی بر سر سفره‌های افطار مسلمانان در انگلیس جنجال برانگیز شد. در همین راستا تعدادی از سازمان‌های اسلامی در انگلیس با امضای توماری خواستار توضیح رهبر حزب کارگر در مورد تحریم افتار مسلمانان در ماه رمضان شدند. در این تومار نوشته شده است مسلمانان روزه خود در ماه رمضان را به طور سنتی ابتدا با خرما افطار می‌کنند. و این مسئله برای آنها اهمیت آینی دارد بنابراین مهم است که این خرماها چگونه و توسط چه کسانی تهیه می شوند در ادامه این دادخواست آمده است از آنجا که شهرکسازی اسرائیل طبق قوانین به للی غیر قانونی شناخته شده است تحریم کالاهای های ها به عنوان یک شکل قانونی از فعالیت شناخته شده است و به همین دلیل مسلمانان در انگلیس نیز افدار با خورماهای اسرائیلی را تحریم کردن نظرسنجی اخیر یوگو نشان می دهد که 61 درصد از اعضای حزب کارگر از جنبش تحریم های کاله های اسرائیلی حمایت می کنند و تنها 8 درصد مخالف این تحریم ها هستند دکتر انس آلکریتی بنیانگذار و عامل بنیاد کردوبا با ابراز تأسف از اقدام رهبر حزب کارگر گفت به جای حمایت از قوانین بین و, و حمایت از موضع دو سوم اعضای حزب خود در مورد تحریم کاله های اسرائیلی استارمر تصمیم گرفت مراسم افتار مسلمانان را تحریم کند امضا کنندگان این دادخواست استارمر را متهم به تضعیف مسلمانان و افراد دیگری کردند که خواهان عدالت و حمایت از حقوق فلسطینی ها هستند